خب شرگاف میگم بیسکویت کرم دار خیلی بچه ها میگن که نده نده شیرینی نده فلان نده، ولی این بهتون قبلا گفتم این پاپی نیستش، قرار هستش که هر چیزی که گیر میاره رو بخوره و اینجوری بار بیاد. خب یه سگ اونجا داریم به نام اسم سگ چی بود؟ هومن؟ طوفان. به نام طوفان، یه سگ سرابی که هومن دیگه سگ دعوا بوده، گوشاشو اینا رو بریده بودن و برای همین آوردن نجاتش دادن خانم جعفری اینا و آوردن اینجا تو رفاه داره زندگی میکنه. طوفان سلام، خوبی؟ بیا چشو بیا، ماشاءالله هیکل رو داری بچه ها. سگ سرابی هستن، سگی هستش که واقعا فوق‌العاده است و خیلی خیلی برخلاف ظاهر و هیکل بزرگش خیلی خیلی حیوان مهربونیه. الان این وعده غذایی که دادم یک وعده کامل غذای صبحانه غذای شلگاه است که بودن یه رو طول میکشه تا بخورش، اما طوفان دیدین در عرض کمتر از 5 ثانیه زحمتش کشید. طوفان ببینمت، جان عجب سری عجب هیکلی، یعنی این سگ چی میگی طول سگ حسودیت میشه؟ بیا بالا بیا بالا بیا بالا. چرا بستی طوفانو؟ آها نه نه نه، طوفان عشقه عشقه، چقدر مهربونه واقعا. تو الان اینجا چیکار میکنی؟ ناراحتی قضا تو دادم به طوفان؟ اجاره طوفانو باز کنین. عالیه عالیه، ای از اول همجور آروم بود؟ این آره دیگه آروم، ولی خب مخصوص دعوایه چون یعنی برای دعوا تربیتش آره کرده بوده؟ آره واسه دعوا تربیت. چند وقت داریش الان اینا؟ الان نزدیک 7-8 ماه هست. 7-8 آورده بودین یکم خشن اینا نبود؟ آره دیگه اصلا چیز، ولی خب بعدم کار نداره. آها سگا اینجا دیگه دست ناسی شدم. جدی؟ آره. و سگا دعوایی خیلی. آره. یکم دیگه بهش غذا میدم. دادین؟ خیلی خب باش، چون این غذا خراب میشه خیلی زیاده. چقدر زرنگه صدای چیزا که شنید. بیا یه لقمه چپش گرد، الان همین رو بخواست شلگا بخوره یه رو باش بر میرفت. سگ بیایی میگن ها، یه دونه از یه آدم تو بیابون با خوش داشته باشه پشتش به گرمه، نه این که این الان پشتم به چیه تو گرم باشه ها؟ یه رو بدم باری کرده طوفان باری کرده، بذاری تی که استخونم به شلگا بدم. شلگا بیا، نه این جگر بودش طوفان، من خواهم به شلگا بدم دیگه، قرار نیستش که تو هرچی اسس کنی. بیا این برای تو و شلگا بیا اینم برای تو، پشت سرته پشت سرت. آها عالیه پسر عالیه عالی عالی، اصلا بودنش کنار آدم یه اعتماد به نفسی رو میاره که واقعا خیلی حس خوبی داره. باریکلا طوفان. خیلی خوب خیلی خوب، من دیشب به هومن جان گفتم اگر بشه بریم دره نوردی کنیم امروز، ولی متاسفانه قرار کاری امروز تو شیروان مانع این برنامه شد. این پرنده ها رو چند وقت دارین؟ این که مال همسایه، ولی خب آره اونا رو خیلی برد. اونا مرغ شاخدار؟ آره مرغ شاخدار، کپک هندی هم بهشون میدیم. کپک هندی. هومن خودش داره مهندسی طبیعت میخونه، رشته ای که من تا حالا نشنیده بودم اسمشو و خیلی خوبه که این رشته رو الان هست و هومن چون خودش عاشق طبیعته داره این رشته رو تحصیل میکنه. خیلی خیلی عالیه، دستان بشورم و دیگه کم کم آماده بشیم برای رفتن. مسیر هلوش 34-5 کیلومتر یعنی پیشرونه. هومن داشت بازی میکرد با طوفان، گفتم فقط هیبت سگ رو داشته باش کشتی بگیر. اون نگاه کن در یاد بگیره. وای کلا چقدر سگ باحالیه، خیلی عالیه. این اصلا دو دسته بچست. این هم میگه موانم بازی کن. برو
برو طوفان برو برو. این نگاهش کن، فقط یاد گرفته گاز بگیره. عالیه عالیه، دمت گرم. آره این دارم بازی میکنن. خوشگله عمو، قربونت برم. اسم چی بود؟ ارمیا. آقا ارمیای عزیز، ببین ارمیا بیا اینجا، بیا بیا اینجا، بیا بیا پاپیونشو بچه‌ها ببینید، دیشب کلی با پاپیونش داشت برمیرفت به تعظیمش بکنه. چقدر تو خوشتیپی پسر، باریکلا. چند سالت ارمیا؟ آفرین آفرین آفرین، چقدر پسر خوشتیپ و خوشگل و ماشاءالله. مامانت اینا باید حسابی بده افتخار بکنن، از این دختر کشای حسابی میشه بزرگ بشه خانوما. جدی؟ به 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 ارمیا، خواننده‌ای میشی برای خودت ها، باریکلا. آفرین آفرین، عالیه عالیه. خب من برم بچه ها دیگه وسایل جمع جور کنم، آماده کنم بیام. خود خانم جعفری عزیز با اینکه مهندس شیمی هستن و دبیر هستن، کلی به گلوگی ها و باغبونی علاقه دارن و تمام کارهای باغ رو خود ایشون انجام میدن. این دالان زیبا رو دوست داشتم از این نمام بهتون نشون بدم. شما فکر کن بیاید توی این کلبه سنتی، بیاید توی این تراس زیر این سایبون کنار بوی تنور و نون بشینین، دیگه چی از زندگی میخواین آخه؟ ببخشید درست نیست این جمله، ولی از قدیم گفتن عاقل رو اشارتی کافیست. وقتی جایی به این باصفایی رو الان دارین از لنز دوربین میبینین و موقعیت لوکیشن شما متوجه شدین، واقعا نیومدن و استفاده نکردن. ببینین بچه ها، این حرفایی که من میزنم هیچ گونه نفع مالی تبلیغاتی از این چیزایی که خیلی دارن انجام میدن برای من نداره. فقط وظیفه خودم میدونم، جایی که اومدم ازش لذت بردم، دارم ازش واقعا حال میکنم رو بهتون معرفی کنم. همینطور که آقای روحانی عزیز زحمت کشیدن اومدن اقامت به بومگلی منز کمالی، اینجا هم مطمئن هستم ظرف چند روز آینده حتما بچه ها میان و استفاده میکنن. یک جالب خطر حمله و گاز گرفتگی سگ نگهبان، و از این در که میایم بیرون دقیقا وارد این فضا میشین که چقدر اینجا الانش که اقدر زیباست، دید بهار تابستونش چه خواهد شد. یه لحظه اینجا نشسته بودم، گفتم این صحنه بهتون نشون بدم. خانمای روستایی با سگای نگهبانشون به همراه گله گوسفندشون و یه کوچولویی که با دوچرخه دنبالشون داره راه میفته، چقدر تصویر فوق‌العاده و زیبایی رو توی این قاب گذاشتن. بچه‌ها اومدن اینجا بازی کردن، خوشتیپه اونم اینجاست. ارمیا باریکلا، سلام آدم، ببینم ات پسر خوب، الهی قربت بر، چقدر تو خوشتیپ و خوشگلی، باریکلا. بچه‌ها میخوام یه اعترافی بکنم، یه اعتراف واقعا دردناک. جز تو این روزایی که در حال سفر بودم و اینا، امروزی که از روزایی هستش واقعا دوست دارم اینجا بمونم. یعنی این بچه‌ها هستن که پاشنه رو میکوبن به زمین که نمیخوام، من الان اینجوری هم دوست دارم اینجا بمونم توی این سویت بومگردی شبهای فیروزه، و انقدر اینجا حس خوبی داره، انقدر زیباست، انقدر ویو قشنگی بیرون این پنجره هست که یکی از آرزوام این بود که ای کاش امروز قرار کاری بردارم نداشتم و میموندم امروز هم مهمون خانم جعفری عزیز میبودم و توی این بومگردی میموندم. خیلی همه چی اوکی، تمیز، مرتب، همه چی روی چارچوب ادب و احترام، و واقعا چیزی خیلی دلم میسوزه. ای کاش شرطی پیش من میتونستم بمونم، و از همتون دعوت میکنم که حتما پاشین بیاید، واقعا اینجا خیلی خیلی حس قشنگی داره. سرویس بهداشتی من نتونستم یه دوش بگیرم، سیفی بداشت تمیز مرتب، دوش فوق العاده عالی، و از همه مهمتر فشار آبی که اینجا هست. یعنی اگر شما خسته باشین، کوفته باشین، بخواین یه دوش آب گرم یا آب داغ بگیرین، فشار اینجا فوق العاده عالیه. ببینید
فشار آبش عالیه و آبش هم مثل آب اون اقامتگاه بومگردی عمو یحیی توی شهر آزادشهر، آبش اصلا یک حس خیلی خیلی خوبی میده. ای کاش میتونستم بمونم بازی باد با پرده رو ببینید، با کوله باری از حسرت دارم اینجا رو ترک میکنم. ولی دوستان و برادران بهتون میگم، مخصوصا شما بچه های گل مشهد، بچه های استان خراسان، پاشین بیان یکی دو روز مهمون خانم جعفری عزیز باشیم و از این فضایی که فوق‌العاده زیباست لذت ببرید. خانم جعفری عزیز زحمت کشیدن، میگن اگه میشه این یک امضا یا یادگاری اینجا بنویس، میخواستی پشت اون چرمه، فکر نمیکنم پشت چرمه نوشته بشه، میشه؟ حالا امتحان میکنیم، اگر بشه که عالی میشه، یک دست نوشته یادگاری بنویسیم اینجا. و من تو ویدیو قبلی خواهم جاید گفتم از همه بچه ها دعوت کردم که حتما حتما پاشم بیان اینجا، الان دوباره هم تاکید میکنم که حتما بچه ها به بومگردی سری بزنید. جدی ماشاءالله چقدر اکتیو این. من رفتم که همسرمتون چون بشه بهش بنویسم. آها چقدر عالی. خب بچه ها نوشتیم که سفر به دنیا اروپای پیاده شیروان اقامتگاه بومگردی شب‌های فیروزه، تاریخ هم 19/12/99، دقیقا مشابه همین هم اینجا نوشتیم و این بمونه از ما به یادگاری اینجا. با خانم جعفری صحبت میکردیم، بچه اون غاری که اون بالا داره میبینین دوتا حالت غار بادن اونجا هستش، خانم جعفری یه تحریر رو بادن دادن به اداره میراث. اون کوهی که دارین اونجا میبینین خیلی حالا درخت های مقداری جلوش رو گرفته، اما ایشون تحریر رو دادن که یک هتل یا اقامتگاه بومگردی صخره‌ای داخل اونجا بزنن که به نظر اگر باشه جز اولین های ایران میشه، مثل هتل کندوانی که هستش که حالت صخره‌ایه. اینجا هم اگر بشه حمایت بشه و این طرح موافقت بشه، اصلا روستای فیروزه‌ای که واقعا تا پارسال پیرسال هیچ اسمی ازش نمی اومد، الان به لطف زحماتی که خانم جعفری عزیز داره میکشه، جز یکی از معروف‌ترین قطب‌های گردشگری استان به امید خدا خواهد شد. دوستان قرار هستش تشریف بیارن یک عکس یادگاری با هم دیگه بگیریم، بعدش من داخل این سویت هم بهتون نشون میدم که مطمئن هستم چقدر زیباست. شرگاه رفته داخل باکس نشسته دیگه، وسایل جمع جور کنم، زحمت هماهنگی وانت کشیدن اینجا، هم بچه های روستا اومدن کلی عکس یادگاری اینا با هم دیگه انداختیم و دیگه داریم آماده میشیم برای حرکت. ببینم دفتم ببینم اون عکاسه آقای چی بود؟ باریکالله خوش تیپه پسر، خوش تیپه پاسگل همه جا خیلی زحمت دادم به دمت گرم، دستم درد نکنه. بچه بهتون گفتم یکی از تلخترین خداحافظی هایی که من تا حالا داشتم از اینجا بود، یه قاطب بومگردی خیلی خیلی باصفا اومد و خیلی لطف داشت دیشب، جعفری هم همینطور اصلا دلم نمیخواد اینجا برم، ولی دیگه چاره ای نیست و سریعتر به خود مشهد برسونیم. خب جعفری عزیز خیلی زحمت دادیم بهتون، واقعا امیدوارم بتونم محبتتون جبران بکنم، قربان شما، مرسی، کلا پر پیشیه، قربان شما، متشکرم. من تا جایی که بتونم سعی میکنم معرفی کنم اینجا رو برای بچه‌ها که بیاد اینجا استفاده کنم. واقعا ماشاءالله خب بچه ها 18 کیلومتر از اینجا داریم تا شیروان و از اون طرف 35 کیلومتر تا نقطه‌ای که بعد استارت بزنم و یه خداحافظی با اقامتگاه بومگردی شب‌های فیروزه. خب بچه ها راه افتادیم دیگه، بریم و برسیم انشاءالله به جاده. چه صدای خوبی داره اینجا، روستای فیروزه هست اینجا توی شمال بوژینا، شمال شیروان، توی 17 کیلومتری شمال شیرون و یه مسافتی رو داریم تا برسیم به شیروان و از اون بس 35 کیلومتر بریم به سمت غرب بوژنور تا برسیم به ابتدای مسیری که دیشب سوار وانت شدم و تا قبل از تاریکی هوا خودمون انشالله به شیروان برسونیم. هنوز به شیروان نرسیدیم، تقریبا نیم ساعتی از این راه هستیم، 18 کیلومتر بود، تقریبا 3-4 کیلومتر جاده خاکی بود و بقیه حالا تا حدودی اسفالت و داریم کردن قرار هست من رو برسونن به نقطه پایان دیشب و استارت امروز. رسیدیم به شیروان، اینجا ورودی شهر شیروان هست و بعد به مرکز شهر از اونجا سمت راست به سمت بوژنور بریم و حدودن یک نیم ساعتی هم اونجا توی راه هست. خب این هم میدونه خروجی شهر شیروان و اینجا هم ترمینال شهر شیروان هست.
و دیگه بزنید به سمت جاده. یه موردی که من موندم واقعا چجوری رد و فتحش بکنم این که یه هلوش 10 نفر از دوستای عزیزی که توی شیروان هستن چندین روز دارن پیام میدن که علیرضا کی میرسی کی میرسی. یکی از بچه ها زحمت کشیده هتل جهانگردی شیروان رو برای 2 روز برام رزرو کرده و حتما حتما یه قرار ملاقات میذارم همدیگه رو بچه ها میبینیم. اما امیدوارم که لطف محبت بچه ها کسیشون فرموشم نشه و تشکر که میکنم شامل همه بچه ها بشه و خواهی نکرده دلخوری ناراحتی پیش نیاد کسی رو از قدم نندازم. واقعا ممنونم از لطف محبت این همه لطف محبت بچه های گل شیروان. باد شدید بسیار بسیار باد شدید داره میاد، فقط امیدوارم که موافق من باشه و از پشت به بیرو وارد کنه، نه اینکه خدای نکرده از روبرو بخواد باشه و انشالله که این مشکل روش نبارم. چقدر این بچه ها محبت دارم، چقدر محبت دارم. باستم از این زحمت کشید من رو تا اینجا رسید بدون اینکه یک ریال پول بگیری، یه چیز نزدیک بالای 50 کیلومتر مسیر رو آمد و دمش هم حسابی گرفته. شلگاه پشت وانت بوده، میخوام ببینم شلگاه خوبی؟ خوبه، بدنش همیشه گرمه و اوکی. خیلی خوب، شروع کنیم که امروز راه طولانی پیش رو داریم. ممنون دوست عزیزم و زحمت کشید ما رو از روستا آورد اینجا، یه چیز نزدیک 50 کیلومتر الان رانندگی کرد. واقعا جا داره ازش تشکر بکنم. باد هم داره میوزه ولی خوشبختانه از پشت این شرکت کارخونه که داره میبینیم بچه ها پتروشیمیه. خدمتتون عرض کنم بوژنورد هست که یکی از پتروشیمی بزرگ کشوره و خدمتتون عرض کنم که پارسال که از اینجا رد شدم هوا بارونی بود و خیلی حس قشنگی رو اینجا داشتش برام منتقل میکرد. بریم که حسابی رو جاده درازه و تا شب بعید میدونم بتونم به شیروان برسم. بچه ها روز سختی روز پیش رومه و یک مسافتی هلوش 35 کیلومتر باید طی بکنم. مطمئنم شب به تاریکی خواهم خورد ولی به حال امید به خدا با بالاترین سرعت دارم حرکت میکنم. دعا کنید که بتونم سر وقت مسیر رو طی کنم. دارم لاین ها رو هی عوض میکنم به این علت که لاین های سمت چپ و راست بعد وقت خراب میشه و هی باید چپ و راست برم تا اینکه بتونم مسیر خوبی طی کنم. خوشبختانه الان لاین سمت خوبه و این مسیر رو اصلا تر ادامه میدم. وزش بازش رو خیلی داره دیگه بیش از حد اذیت میکنه. فکر میکنم تا یک نیم ساعت دیگه برسم کارخونه سیمان و یه جوری برای من نقطه امیده، چون که به کارخونه سیمان که برسم میدونم که 22 کیلومتر دیگه بیشتر مسیر پیش رو ندارم و میتونم خودم رو به شیروان برسونم. روز خوبیه، دارم موزیک و پادکست خوب گوش میکنم. یک دوستی پیدا شده، یک مؤسسه زبانی هستش، دوره آموزش آنلاین رو انشالله داریم شروع میکنیم با هم دیگه و در کل بچه شرایط خیلی خوبه اوکیه. فقط بزرگترین دغدغم استارت برنامه کاروانسراها هست، پروسه و برنامه خرید شطور و چیزهایی که با امید خدا باید پیش بریم دیگه. مسیر امروز هم پر از سربالایی سرپایینی هست و همجور که دایی میبینی یک مسیر سربالایی رو دارم میرم، اما دیگه به شیروان برسم تو خود مشهد عزیزم کفی دارم و میتونم با سرعت خیلی خیلی زیادی مسیر رو با پای پیاده و توی یک مسیر صاف و کفی طی بکنم. شرگاه آزاش خوبه، دیشب کلی حال کرد توی یک باغ 2000 متری با کلی پیشی و هاپو و خروس و خرس و مروغ و با اینا کلی حال کرد و کلی هم بهش خوش گذشت. ببخشید بعضی بچه ها میگن ثابت نگه دار این رو، ولی سخته نمیشه آخه، چجوری من ثابت نگه دارم؟ یه دستم به چرخه یه دستم هم به دوربین. خب حدود تقریبا میشه گفت 40 دقیقه هستش مسیر شروع کردم از استارت پوینت دیشبم. یه مقداری جلوتر رفتم به خدمتتون عرض کنم پتروشیمی که رد بکنم، یه چیز حدود 10-12 کیلومتر دارم تا سیمان و
سیمان رو رد بکنم، حالاش 20 کیلومتر دیگه میمونه تا شهر شیروان عزیز، شهری که خاطرات خیلی خوبی دارم. من مربی بسکتبالی داشتم به نام آقای مجید ولیپور عزیز. چقدر آدم گلی بود، چقدر آدم گلی بود. یه دوستی دارم علی غلامی، بچه گل شیروانه که الان کارمند بانک صادرات شهر بابلسره و اون زمانی که من بابلسر زندگی میکردم چقدر بهم کمک کرده بود توی اون دوران. و مسیر دارم میرم بچه ها، همه چی خیلی خوبه خدا رو شکر. و چیزی که خیلی خیلی خوشحالم داره میکنه، دوستی، هم صحبتی و رفاقت با شما عزیزان هستش که خیلی خیلی در حق من لطف دارین. بجنورد همینطور بود، شهرهای قبل همینطور بود، شیروان که داریم میرسیم چندین نفر از بچه ها زنگ زدن دعوت کردن، چه برای شام، نهار، صبحانه، اقامت، و واقعا تک تکتون ممنونم. و مطمئن هستم که نمیتونم در خدمتتون باشم برای اقامت که اصلا به این علت که به خاطر وضعیت کرونا اصلا صلاح نیستش که بخوام این کار رو انجام بدم. برای شام و نهار و اینها هم که خودتون دیدین دیگه بچه ها، من زیاد پابند این مسائل نیستم. این که بزرگترین ترسام این هست که خدای نکرده حس بی احترامی دست بده خدمت بچه ها، چون تعداد بچه ها خیلی زیاد هستن نمیتونم به همشون برسم. سعی میکنم امشب توی کافه یه قراری بذارم و همدیگر رو ببینیم اگر خدا بخواد، تا ببینیم که انشالله چی میشه. خیلی خوب، مسیر رو ادامه بدیم ببینیم که امروز جاده چه قرار هست در راه ما بذاره. همیشه وقتی نزدیک یه سری کارخونه آدم میشه حسابی هوا تغییر شدیدی میکنه. کارخونه سیمان و بجنورد الان خوشبختانه چیزاش خاموشه، این مشعل که نه دودکشش اسم خاص خیلی خوبی داره، اونا خاموشن، وگرنه توی مسیری که داشتم میامدم با حد اکثر قدرت داشتن کار میکردن، با حد اکثر توان و بسیار بسیار دودی که متساعد میشد محیط رو تحت تاثیر قرار داده بودش. یک مقداری حس میکنم چرخ جلوم کم باده. بله کم باده، عقب اوکی، این هم اوکی. خب چون بچه ها ببینید چقدر راحت الکلنگ میشه، چون تمام بار رو من ته چرخ گذاشتم، برای همین الان روی چرخ جلو صدا خاصی نیستش، فشار خاصی نیستش. آسفالت اون طرف رفتم چک کردم زیاد کیفیت خوبی نداره کنار گذرش، برای همین الان تقریبا چند ساعتش که از این سمت دارم حرکت میکنم، میرم جلو امید به خدا ببینیم که چی میشه و چی قرار هستش که توی این مسیر طولانی امروز که یه چیز تقریبا نزدیک 10 کیلومتر شد تا الان توی این دو ساعت و نیم طی کردم منتظرمون هستش. شیروان هتل جهانگردی رو بچه ها رزرو کردم برای دو شب، دمشون گرم. فردا رو کشویی میرم، یعنی اینکه چرخ و شلگاه و وسایل رو میذارم، چون شیروان تا خدمتتون عرض کنم کوچان یه چیزی نزدیک به 60 کیلومتر راهه، دقیقا همین مسافتی که بین بجنورد و شیروان هست. و یک سیتا رو فردا بدون چرخ با کولو و وسایل میرم و بعدش میام چرخ رو برمیدارم و مسیر انتهایی تا کوچان رو میرم. یه کوچان که برسم دیگه انگار مشهد رسیدم، یه 100 کیلومتر بیشتر نیست و دیگه بوی خوب شهر عزیز خودم کم کم به بچه ها میرسه. بچه ها به ابتدای حوزه استحفاظی راهداری شهرهای شیروان رسیدم و 20 کیلومتر دیگه بیشتر پیش روم نیست، اما متاسفانه ساعت نزدیک 2 هستش، یعنی من با بهترین حالت و بهترین سرعت اگر ساعتی 5 کیلومتر رو طی بکنم بدون کوچکترین توقف زودتر از ساعت 6 نخواهم رسید و یک قسمت جاده رو حتما به تاریکی خواهم خورد. یه ذره وایسادم که شلگا بیاد پایی دستشویی بکنه، یه ساعتی الان توی چرخه، یه ساعتی هم توی جاده توی وانت بودیم، قبلش صبحانه خورده، بیاد خودش راحت کنه. منم از توی این جعبه یه مقداری کیک و خوراکی اینا در بیارم که علی جان زحمت کشته فرستاده و یه استراحتی بکنیم و راه بیافتیم. آبجوش دارم بچه ها، نه دیشب که سوار وانت شدیم مستقیم رفتیم بونگردی و صبح هم که مستقیم آمدم و وسط دل جاده پیاده شدم،
حقیقت شوخه خجالت کشیدم صبح دیگه به خانم جعفری عزیز بگم که چایی توی راه هم رو هم فلاس رو پر کن، به قدری لطف و محبت داشتن که من باور کن خیلی خجالت کشیدم. خیلی چقدر مردم اینجا با صفا، چقدر مردم اینجا مهربون و چقدر هم با حالت، دمشون گرم. میرسم جلوتر در وسیع روستا و پومبزین اتحاد زیاد هست فعلا که با این نایت ولف های پازوکی عزیز دارم سر میکنم با کیک بیسکویت هایی که از تهران منو فرستاده. بارها و بارها تشکر کردم از علی جان، واقعا دست راست من شده و دیگه خیالم بچه کاملا راحته، فقط دل به جاده میزدم میرم جلو. تمام کارهای هماهنگی، تمام کارهای مدیریت پروژه، همه کارها رو علی جان داره انجام میده، جوری که الان سفر من، پروژه من جزء یکی از واجبات زندگی علی شده و همیشه ناراحتم که خدای نکرده خانومش یا خانوادهش رو شاکی بشه که علی رضا چی شده که علی دون زندگیشو وقف کار و پروژه تو کرده. واقعا ازش ممنونم که اینقدر مسئولانه داره کار میکنه، اینقدر مسئولانه داره به کمک میکنه. هیچ مراوده مالی بین ما نیست که هیچ یه چیز نزدیک 1-2 میلیون تومان تا حالا بهش بدهکار هستم بابت همین هزینه هایی که انجام میدن و فقط تنها امیدواریم هستش که خدا بهم کمک بکنه بتونم یک اسپانسر خوب پیدا بکنم که حداقل بتونم گوشه از لطف و محبتشون جبران کنم. اگرچه که علی جان بارها و بارها اومده گفته علی رضا من اصلا هیچ حسابی میکار نکردم، علی خودش در حال گرفتن دکترای معماری هستش، استاد دانشگاه هستن و الان دارن معماری تدریس میکنن توی دانشگاه، نمایندگی بیمه دارن خدا شکر و از اوضاع زندگی و ایناشون خیلی اوکی و فراهم هست، چند تا ماشین و خونه و زندگی و صرفا روی حساب علاقه، دلسوزی، محبت، مرام، معرفت و مردونگی هستش که داره به کمک میکنه پیدا کردن بار. این ماشینه چرا کجه؟ خطرناک این بارای کچ توی جاده. زندگیشو داره کم کم وقف میکنه، وقف این کار رو این راه میکنه و توی حرفا توی صحبتاش میفهمم و حس میکنم که داره لذت میبره. خدا رو شکر، واقعا خدا رو شکر میکنم که برادر، دوستی، دست راستی و مدیر پروژه‌ای به خوبی آیه مهندس پازوکی که دیگه کم کم باید بهشون بگیم دکتر پازوکی دارم. واقعا خدا شکر میکنم. علی جان دمت گرم، واقعا ممنونم ازت، امیدوارم که بتونم تو اولی فرصت این هم محبت رو جبران کنم. همینطور بچه ها شماهایی که این همه به من لطف دارین، یکی از بزرگترین ناراحتی ها، یکی از بزرگترین قصه هایی که الان دارم میخورم این هستش که ببخشید نمیتونم کامنت ها و دایرکت ها رو جواب بدم. شما خودتون میدونید که تمام مدت روزم کف جاده هستم، شبم که میرم به قدری خسته، به قدری خسته و داغونم که نمیتونم، واقعا خدا شاهده نمیتونم. و ازتون میخوام برادرانه، خواهرانه ازتون میخوام که خواهش میکنم این کمکاری من رو ببخشید. خدای نکرده روی حساب بیادبی، روی حساب غرور، روی حساب هر مسئله دیگه نذارین و این رو بدونین که مخلص تک تکتون هستم و حتما به محض اینکه برسم مشهد و یک فرصتی داشته باشم بتونم یک مقداری از شرایط وقتم رو آزاد بکنم، حتما جواب تک تک پیام هاتون رو، پیام های پر از مهرتون رو کامل خواهم داد. خواستم به این واسطه ازت عذرخواهی کنم، ببخشید واقعا من خیلی خجالت میکشم که این همه کامنت، این همه دایرکت شما زحمت میکشین میرین، وایس، صدا، متنای طولانی، واقعا ببخشید بچه ها. امیدوارم شرایطم رو درک بکنین و دم همتون واقعا گرم. ممنونم بچه. خیلی باشعیده بچه ها، هفته توی دستم گرفتم توی که بهتون گفتم جاده دو قسم بچه ها داشتم با شهرام جان صحبت میکردم، دارم میگم بالا شاید بتونم توی اون ایسکای سی ان جی آبجوش رو اینها پیدا کنم. خدمتتون عرض کنم بچه ها دمتون گرم، واقعا من واقعا دیگه خیلی بیشتر از اون چیزی که لایقم باشه دارین در حقم لطف میکنین. دیروز زوری که بچه ها 200,000 تومان زد گفت شهریز نهار رو اینا مهمون من، دیشب مشتبه جان که توی بجرد دفته بودم توی مغازش ساز میزد زحمت کشیده پول فرستاده برام که علی رضا نهار فردا، یعنی نهار امروز با من. شهرام جان الان تهران زنگ زده علی رضا شماره کارت بده شام میخوام مهمون من باشی. آخه قربونتون برم این همه لطف و محبتی که شما دارید انجام میدین جواب دادنم داره، من چجوری میتونم این همه
بزرگواری، لطف، محبت و برادریتون رو جبران بکنم. واقعا دمتون گرم، واقعا ممنونم ازتون. اگر اجازه بدید من یک مقداری از این مبالغ رو صرف شرگا بکنم، یک مقداری هزینه خورد و خوراکش رو تقویت بکنم تا بتونه انشالله امید خدا بهتر سریعتر بزرگ بشه. نهایت ممنونم. شهرام جان خیلی 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 نگرانه و بالای 10 بار 15 بار قسم هم دا که تو رو خدا، تو رو خدا عزیز مواظب خودت باش و حتما حتما قضیفت رو پیگیری کن. شهرام جان خدا وکیلی دمت گم داداش، واقعا خیلی خوشحالم که برادران و دوستان شما ها دارم. میدونم که کیفیت صدا اصلا خوب نیست، با شدید داره میوزه. آره یعنی یه سوپرمارکت هست و یه دونه آب جوش هم جلوش. خب خودش سوپرمارکت به نظرم باز. خب وارد یک بهشتی شدم که پر از کیک و از همه مهمتر اسپرسو، آب جوش و از همه چی بهتر این شکلاتایی که خیلی کم 5 تا هم باشه که تعجیبا باشه یه چیز نشه. این شکلاتایی که اگه یادتون باشه دوران بچگی کلی باش حال می‌کردیم. یه بسته از اینا می‌گیرم و یک خیلی تخمه زیاده نصفش کن. دمت گرم. دیگه یک آب جوش و دیگه یه اسپرسو و کیکاش هم که آقای پازوکی کلی کیک فرستاده، اما یه دونه کیک از اینجا انتخاب میکنم مثل باید دعوت شما بچه ها باید نهار و شام و اینها. دیگه من یک بزاری از اون هزینه رو صرف همین خنزر پنزر ها قاقالی یه جمعه راه میکنم. یه شیرکاکاو هم برای شرگا بگیرم، خیلی دوست داره. خانم جعفری انقدر صبح شرگا غذا داده بود که الان فکر کنم بچه سیره، اما شیرکاکاو رو خیلی دوست داره. میشه لطفا یکم باسن رو بلند کنی؟ خیلی دوست داره و خیلی خوب میخوره. بچه ها بگن نده، شیرینه، لاکتوز داره، فلان داره اینا، اما دیگه به هر حال بچه ها دیگه بابا این قرار هست گرگ جاده بشه. از این ماسکایی که آیه فاضلی زحمت کشیده بود آماده کرده بود رو دیگه به هر کدوم از بچه‌ها دوستان میرسم. اینم بده به یکی دیگه از بچه‌ها. میدم که داخل اون یه توضیح از برنامه سفر نوشته شده و خدمت واسا پشتش هم یه سری پیام بهداشتی که خود مهندس بابایی زحمت کشیدن تولید کننده این ماسک‌ها برای تبلیغ در مقابل استفاده برای کرونا دارن خدمت واسا پخش کردن. شرگایی بخور بخور که امروز قرار هستی پیاده روی طولانی رو بری. امروز دو ساعت امروز باید پیاده روی کنی، برای همین قشنگ استراحتتو بکن که قرار هست 2 ساعت. بچه ها یه چیزی بخوام بگم، امیدوارم به منظور و مفهوم نگیرید. من اگر زودتر آشنا می شدم که این حیوان ها چقدر مونس و یار و رفیق و همدم خوبی هستن و وقتی بهشون عشق بدی اون عشق و بهتری صورت خدمت رو از من بر می گردونن با آدم، هرگز هرگز وابسته به هیچ انسانی نمی شدم. واقعا عشق واقعی اینا هستن و خیلی الان خوشحالم که با این حیوان ها آشنا شدم و ادامه مسیر قرار هست با اینا برم. آه این بزرگ بشه هیکل میشه. نمیبینی که آج شرک برشته بچه ها دیلا همیشه در سرگاه کم چیز دیلا از سرگاه بودم خودم. چی بخوای دیلا؟ پندک میخوای؟ نه این پندک این درسته چیزم باره آمده بیور دول زده این کاکاو مخوره؟ آه عاشق شیرکاکاوه. نه شیرکاکاو بیسکویت مادر. کجایی؟ مال آلمان هایی، مال اینجا نیست که. کجا دیدی او یکی دیگره؟ تهران دیدم. آه تهران دیدم. بعد یارون مپرسید که از کجا گرفتی؟ چرخاش فرق میکنه خیلی. اینا عوض کردم بگفتیم شما. نه این چرخا عقبش مال خودشه، چرخ جلوش عوض کرده. بعد گفت چیه؟ گفت از آلمان خرید. چفتم اینا
حتی اینا را میشه به سگای چی بیابان هست بله. که برن تو برف و کوه اینا به دوچرخه سگ برمه چی بسته میشه بله اینا در طول مسیرم بچه ها از روستاهای زیادی رد میشم روستاهایی که خیلیش اسمشو نمیدونم سیسا و یک ایستگاه هلال احمر هست این توی مسیر که خیلی دوست داشتم شب بمونم اما دیگه در گذر میکنم میرم در کل بچه هلال احمر خیلی عشقن خیلی عشقن حتما برنامه روزی میکنم قبل از این برنامه به اتمام برسه یه شب مهمون یکیشون توی یکی از ایستگاه ها باشم وقتی که باد خیلی زیاده جوری که چرخ رو حتی منحرف هم میکنه سربالایی وقتی میرم سر چرخ همینجوری ببینید برای خودش بالا میره الان تمام وسایل مرکز استقلش روی عقب چرخ هست و خدمت رو عرض کنم که برای خودش حسابی بازی میکنه خیلی خوب شد بچه ها سبات کردم چرخ رو و اینجوری دیگه خیلی خوب و راحت داره پیش میره امشب که برسم بجنورد مزد میخوام برسم شیروان بچه ها باید گوشی صادق رو تحویل بدم اگرچه که منو قسم داده گفته علی رضا تا ثانیه که گوشی دستت نرسیده نکن این کار رو اما به هر حال باید بهش تحویل بدم فایل ها رو دارم ترانسفر میکنم روی رم و اینها و احتمالات یه ساعت یه ساعت و نیمی طول میکشه تا اینا منتقل بشه برای همین گوشی رو میذارم یه گوشه که خلالی توی ترانسفرش ایجاد نشه بعد برم بودن یه ساعت و نیمی یه ساعتی راه دارم تا تهرانشین برسم سیمان و برم امید به خدا ببینم که کی میتونم برسم به اونجا و بعد از اون بودن 24-5 کیلومتر دیگه تا شیروان مسیر پیش رو بود بچه ها منتظره رامین جان هستم زنگ زد بهم گفت علی رضا نهار خوردی یا نه گفتم قربونت برم نخورده باشم واقعا چه کاریه دیروز زحمت کشیدی مهمون کردی این همه راه کوبیدی آمدی با متاسفانه تصویرای دیروز به خاطر که جی پی اس دستگاه فعال نبود چیز خوبی از آب در نمیومد رامین جان میگه که من امروز میخوام بیام دوباره از تصویر هوایی بگیرم و دستگاه رو دیشب گذاشته به کنار بخاری مشکل کنترلش بوده که آب خورده بوده و اوکی شده بهم زنگ زد علی رضا دستگاه اوکیه و میخوام بلندش بکنم قرار هست با آقا پسرش بیان با هم دیگه نهار بخوریم تصویرها رو بگیریم و بعدش به امید خدا ببینیم که چی میشه واقعا خودتون دارین میبینین که دیگه مرام و معرفت و دمشگر میگه نفر تا چه حدی هستش که من از شهرش رد شدم داره این همه راه ولوش 30-40 کیلومتر داره میکوبه میاد دیروز نهار گرفته امروز نهار گرفته دستگاهشو بعدشو آورده بلند میکنه برای من و خدا وکیلی دمشگر خدا وکیلی دم همتون گرم که واقعا خیلی 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 دارم افتخار میکنم به داشتن دوستای عزیزی مثل شما دم همتون گرم بچه ها امان از کارمندی ماشین پلیس کنار جاده بود بعد رد شدم و کنارش تفلی ها جفتشون انقدر خسته بودن خواب خواب بودن و آقای پاسوچی داره زنگ میزنه ببخشید بازش بازشو خیلی داره دیگه بیش از حد اذیت میکنه فکر میکنم تا یک نیم ساعت دیگه برسم کارخونه سیمان و یه جوری برای من نقطه امیده چون که به کارخونه سیمان که برسم میدونم که 22 کیلومتر دیگه بیشتر مسیر پیش رو ندارم و میتونم خودم رو به شیروان برسونم روز خوبیه دارم موزیک و پادکست خوب گوش میکنم یک دوستی پیدا شده یک مؤسسه زبانی هستش دوره آموزش آنلاین رو انشالله داریم شروع میکنیم با هم دیگه و در کل بچه ها شرایط خیلی خوبه اوکیه فقط بزرگترین دغدغم استارت برنامه کاروانسراها هست پروسه و برنامه خرید شطور و چیزهایی که با امید خدا باید پیش بریم دیگه خب بچه ها رامین هم رسید با آقا پسر گلش سلام 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 خسته نباشید چقدر پسر با محبتیه چاکر رامین جان چطوری پسر خوبی؟ خسته نباشید چقدر کلاتو باید نبره پسر چطوره؟ خوبی عمو باری کل اسم چیه؟ آفرین آفرین نیما جان نیما جان ولش کن طول سگو بذار بره چه خبر خوبی؟ ببرم شونجا شلگار آزاد کنم که ایمام چند باش بازی کنم شلگار بیا بیرون بچه ها گوشی خود من زیر شارژه با گوشی رامین دارم میگیرم رامین و ایمان خواستم به یه واسه تشکر کنم ما ها
رو برش آورده چه حالی میده وسط جاده بشین نهار بخورم نهار داغ من دیروز هم امروز زحمت کشیده و برام آورده دمش گرم واقعا چون بالا نشسته و داره ادای گرگا رو در میاره برام سوزه میکشه و دیگه بفرمایید نهار بچه ها من شارژ گوشی صادق کمه میزنم به ماشین خدمت رو از کنم رامین شارژ بشه دیگه احتمالا از برنامه ناهار و اینجور مسائل احتمالا ویدیو نداریم تا بعد اون چیز رو نگوی کردیم بچه ها ناهار خوردیم انقدر بیروشه بار زیاده بچه ها بار زیاده که ناشوشون بیرم توی ماشین بشینیم چندام یک چیزای خورد و داره بازیشو میکنه که دیگه کم کم حاده بشیم 15 کیلومتر دقیقا از اینجا شیروان راهه الان ساعت دقیقا 3 من زودتر ساعت 6 و نیم 7 نمیرسم 100% به تاریکی میخورم من. انگار قسمت نیست و تصویر هوایی داشته باشیم بنده خدا رامین این همه راه اومده اما توی این باد وحشتناک بلند کردن این سیستم واقعا خطرناکه ولی باز داره زحمت میکشه اصرار داره که یه تصویر اینجا بگیریم حالا باز فعلا پس فعلا قرار هستش که بیاد دمش گرم واقعا که آقا این شما چه کار میشه کرد پرهاشو نمیزدی؟ مشکل دیشبش حل شد داره؟ تصویر الان اومده بچه ها یه دو استابلایزر میخوام بخرم از این دستگاهی که گوشی رو میذارن روش و وقتی میدونن بالا پایی نمیره و اینا نظرتون چیه در مورد استابلایزر؟ مورد خاصی مد نظرتون هستش که مثلا بشه با قیمت اولوش یکی دو تومن پیدا کرد اگر دارین و موردی ممنون شم راه نمایی کنین مرسی میرم حالا تا ببینیم چی میشه بچه همچنان دارم میرم تقریبا 2 کیلومتری دور شدم نمیتونم سرم بلند کنم نمیتونم برگردم دیرون بالا سرم دقیقا و کنترلش دست رامینه و با ماشینش داره پشت سر من میاد خدا وکیلی دم هرچی رفیق مرد و با مرا میگرد خب گوشتان چون 5 کیلومتر رامین رفت اونجا میخواد دستگاه رو بشونه گرم جلسون کنم من درام رو دارم میبینم اما نمیدونم شما میبینید ببینیدش خیلی باد داره چپ و راستش میکنه دقیقا بالا یک سمت چپ تابلوست اگر دقت کنید یک چیز بالاست بیافته الان دقیقا بالا تیره برد الان اومد سمت چپ داره میاد بالای ماشین داره میاد که بشینم واقعا یه دو واجه به بچه ها من سطح ادمیچه یا سفر ادمیچه واقعا واجه میاد تصویرهای فوقلاده ای میشه گرفت الان دیگه داره میشینه روی ماشین خیلیه توی باد تو نست بلندش کنه واقعا عالی نشست رو گرفت خب 45 دقیقه رد شدم و کمتر 15 دقیقه تا شیروان مونده ساعت حدود نزدیکای 3:30 بعد از ظهر هست و شدیداً باد سردی داره میاد